بینندگان گرامی، با احترام خدمت شما در ارتباط صحبت ها و مصاحبه ها، امروز سفر داشتم به ویرجینیا و امروز مهمان یکی از عزیزایی که از زمانه بسیار قدیم آشنایی ما بوده و ولی متاسفانه سعادت نبوده که با هم ببینیم. البته می دیدیم ولی برابر نشده که در استودیوی مقبولشان بیاییم و صحبت های در مورد کارهایی که در گذشته کردن معال کردن. و بسیار خوشحال هستم که امروز در منزل ولی جان اشباری که با نامش هم اگه شما عزیزان آشنایی دارین و نام آریانا میوزیک بسیار نام مشهور است، بسیار خوشحال هستم که در خدمت شما هستم ولی جان و خوش هستم که امروز شما صحبت میکنم. راغب آقا بسیار خوش آمدیم. خوشحال هستم همونطور که گفتی که بالاخره بعد از چندین بار خداوند می سعادت نصیب ما کرد که خودت قدم رنجه کنی به استودیو. خوش آمدی. سعادت از ماست. ممنون هستم. ولی جان عزیز، صحبت ها خوب بسیار زیاد است و وطندارای ما یک تعداد زیاد هم رای شما آشنایی دارن، با کارکردهایتان آشنایی دارن، ولی یک تعداد هم شاید با قدر آشنایی نداشته باشن. ما می خواهیم که یک همه که در مورد کارهای گذشته بریم، یک سفر به دوران طلایی افغانستان در زمانی که شما استودیو آریانا میوزیک در اوج فعال ساختین. در کدام سالها شما استودیوی آریانا موزیک در افغانستان فعال ساختین و در اون زمان ها همراه کدام هنرمندا کار کردین؟ چی چیزای ثبت کردین در اون زمان؟ یک کمک که در این مورد صحبت کنیم آستاستا باز مهم سر مسائل دیگه. راغب آقا، اصلا صنعت ثبت در افغانستان به شکل بسیار ابتدایی در سالهای 1353-54 تحت نام کابل موزیک شروع شد. درست. بسیار خصوصی ثبت می کردیم و قبلا بر شما یک ریلی را از دو دوران است بله جیلا جان مرحوم نشان دادم که یعنی شروع صنعت ثبت در افغانستان، یعنی در اول شما با نام کابل موزیک شروع به فعالیت کردید. یکی دو شما اولین بودن؟ بله اولین. اولین دستگاهی که واقعا در مابین افغانستان کار صنعت ثبت و پخش و تکثیر کست در بازار شروع کرد همین دستگاه کابل موزیک بود. اولا به صورت ابتدایی به نام ثبت دکان امیرالدین بود، اسه اول جاده نادر پشتون. درست. بعدها که یک ذره دیدیم که استقبال مردم زیاد است، گفتیم بیاید یک شکل نیمه رسمی میدیم و دستگاه را تبدیل کردیم به کابل موزیک. درست. کابل موزیک به فعالیت های خود ادامه داد تا زمانی که مرحوم یحیای آصفی، بله بله، بیش از حد خداوند غریق رحمت الهی خود بکنه ایشان به موسیقی محلی افغانستان اینا علاقه داشتن. روز روزها در کنار می ثبتایی که ما می کردیم، من ثبتی داشتم از بیلتون. سردار یحیی جان به دنبال می کست آمده بود. کیل شما چطور ثبت کردین؟ خب این قصه ها شروع شد و ما بر ازنا گفتیم که اگر کمک ما را بکنن که ما بتونیم چاپ رنگه بکنیم. ما شرسته کردیم آیست آیست تدارکات ساختمان آریانا موزیک. درست. که بعد مرحوم آصفی ای آیدیا را گرفت و دستگاه افغان موزیک از موقع زودتر که فکر میکنم ممنوعی محمد قیده باشی که در اوائل یا شاهد حال ما باشی که در اوائل یا جان در اتاق سالون خود ثبت میکنم. بله، ما امرای احمد ظاهر در اولین کستش امرایش همکاری کردیم. بله. در وزیر اکبر خان یادم نه امیال بیخی اما اتاق پیش چشم از یک سالون بسیار کلان بود. بله. پنجره بسیار کلان داشت، دستگاه ریل داشت، در ریل ثبت میکرد. بله. و احمد ظاهر بود، استاد ننگیاله، استاد اسماعیل خان. بله. و ما بودم که اولین کست که آهنگای مرا مرا می بده و بکشی تنها ترین مرد زمین. کست اول دو بعدم بکشی و اینا را شما امرای احمد ظاهر جان کار کردن. بله. اونموج از این خود شما میبینین. بله. اونا چون نفوذ داشتن بدون داشتن یک استودیوی مجهز، اونا با کار خود ادامه دادن، کسی تا شروع شد ضبطش، چاپ رنگه میتونستن بکنن. بله. ولی ما مردم و هیئت مدیری رادیو افغانستان و وزارت دادگود اجازه. بله. کارا رو نمیدید. تا که بعدا استودیو آریانا موزیک ترتیب شد و اعمار شد در پهلوی افغان موزیک، بریالای جان حمیدی از فروشگاه معتبر حمیدی. بله. دستگاه معظم و معتبر موزیک سنتر افتتاح. بله. شما ببخشید در اون زمان شما امرای کدام هنرمندا زیاد کار کرد؟ هنرمندای یعنی تمام هنرمندا رو در بر میگرفت؟ هنرمندای محلی بود یا هنرمندای آماتور بود؟ من خودم در مجموع از هنرمندان محلی مملکت بسیار ثبت کردم، بیش از حد، در حدود 200-250 مجموعه در مابین افغانستان. درست. تکثیر هم خودتان میکردید؟ بله، اون لیبل خود استودیو بود. بله. و نمایندگی ها داشتیم در ولایت افغانستان. بله. مزار
شریف، قندوز، هرات، اینجا بازی آثار وقتی که ترتیب میشد و ثبت میشد به نمایندگی ها فرستاده میشد. همینجا یک سوال دیگه هم راجع میشه به صحافه میخوایم. وقتی که یک هنرمند بیامد برای شما قرارداد میکرد، درست است؟ یعنی یک پول اونا میگرفت هنرمند و نوازنده پول میگرفت. اینا حق امتیاز از این کست از شما بود یا از هنرمند بود؟ سرنوشت و آینده نمی اصلا مربوط استودیو میشه. بله. چرا این استودیوی را میبرد راجستر میکرد زیر نامش بله. از خود بعدا ای به بازار عرضه میکرد و از اون طریق ما میتونستیم پیگیری بکنیم کسایی که کار ما را مثلا غیر قانونی بله. بخش و تکثیر میکردن. این سیستم کار در افغانستان بود. یعنی باز اگر مثلا به طور مثال یک کست احمد ظاهر فرض کنین یک میلیون کست فروش میرفت، بازو دیگه کدام چیز فقط ما اول و پیسه خود را گرفته بود بقیش کلش برای شما بود برای استودیو دیگه. این کارها تازه شروع شده بود. درست. خب اینال یک سوال دیگه که بعد از اینکه رژیم تغییر کردن ما او زمان قدیم ظاهرشاه و داود خان همیشه من خودم شخصا در برنامه خود دوران طلایی افغانستان یاد میکردم، یعنی دورانی بود که یک آرامش بود در افغانستان. بعد از اینکه رژیم تغییر کرد و انقلاب شد در افغانستان، سرنوشت ای استودیوهای ریکاردینگ که مثلا شما بودین و موزیک سنتر بود یا موزیک بود، اینا سرنوشتشان در مو حالت ماند یا تغییر کرد؟ چی اتفاق افتاد در اون زمان؟ اتفاقات زیاد افتاد. با شما تا قصه بکنم، روزی که کودتای هفت ثور شد، خب واضحا همه آشنایی دارن یا میفهمن که فامیل سلطنتی افغانستان به اصطلاح همه به زندان پل چرخی رفتن بیچارا و منازل و جای جایداد از اینا کلن از طرف رژیم کمونیستی حذف شد. یکی از این جایدادها دستگاه افغان موزیک مرحوم آصفی بود. ما بدون از اینکه خبر داشته باشیم تعداد کسانی که اندر کار بودن با رژیم و کار میکردن و به اصطلاح از نفری های سرسپرده رژیم بودن، اینا در تلاش ازی بودن که کمیته مرکزی افغانستان آوادار بکنن که به اصطلاح امو گفته بازار مردم بازار که یک گوی شیری رو برتان گرفتم، اینجا دو گوی شیری دیگه هم موجود داره، بیاین که همه این از اینا رو بگیریم و بیاریم به حساب ارگنایزیشن حکومت خلقی افغانستان. اینا کسایی بودن که خودشان هنرمند بودن، یعنی در کارهای هنری باید وارد باشن که بتانن این کارها رو بکنن. من خداوند شاهد حال ما باشه که در این مسائل هیچ نوع غرض شخصی ندارم. با شما تو قصه کنم، زمانی که افغان موزیک ضبط شد و یک دستگاه جمعی دو دستگاه خور برادر خود یا برادرای خود جدا شد، ما اصلا در فکر از این نبودیم که همچنین سرنوشتی سر خود ما سر دوچار شما میشه. در اینجا آمد زایر جان با ما تماس گرفت که به حساب ما یک کست در افغان موزیک داشتم ثبت کردم که اعتداد آنگاهش تازه و اعتدادم از آنگاه گذشته که ما باید میخواندم، حالا که یایا جان رفته این کست ما خوب بند مون. خب بیاین که ما شما شرسته کست دوم شروع کنیم. اینجا شروع شد زمزمه ثبت کست دوم. در جمع ما به حساب یکی از دوستا و نوازنده ها و همکارای عزیز استودیوم آقای جلیل مسئول جمال، این از نوازنده های مهره های اصلی است. بله بله، دمو کست که در خانه یایا جان آصفی هم احمد ظاهر ثبت کرد، اکثر مسئول جمال در اینجا فلوت می نواخت، پیانو می نواخت، جلیل آقا فلوت، پیانو، ارگن و آوازهای دوم خارمونی می خواند. بله، صدای دو سه مرد بسیار خوش ذوق، هنرمند بیش از حد توانا. بله. حق است آدم حق باید بگویم. اینجا زمانی که رژیم دستگاه افغان موزیک ضبط میکنه، اینجا آهسته آهسته چهره ها تغییر می او دوستی ها و صمیمیت ها آهسته آهسته به می میشه که زمانی که فلانی خان به استودیو می کلی خاموش میشنن و زی که همگی ترس داشتن صحبت بکنن، چهره تغییر میکنه، طرز گفتار تغییر میکنه و جلیل دعوت کردیم خیلی بیاییم که ما بارو به سات کست دوم ما سربرا کردیم. جلیل نوازنده ما از در کست دوم در تمام آهنگ ما. اما جلیل هیچ اصلا بر ما نمیگه که شما زحمت نکشین، خواری نکنین. این کار شدنی نیست. منظور شما جلیل که میگن برای اینکه هموطنان ما بشن، منظور شما از مسئول جمال است؟ چرا فرق نام اولش جلیل ما میشه؟ جلیل استودیو رو حساب جلیل یاد میکردیم. به می یک تانک تیل بود مقابل وزارت معارف، همینجا ما تیل میگرفتیم یک فولکسواگن، بس از این طرف وزارت خارجه بس تاوان روان بود طرف
پارک هتل جلیل بوده. پیشوی امرا یک موتروانش و یک اسکر با ماشین دار در سیت پشت سر. ما را که دید از امی گردی سرویس های برقی امی پیش مکتب مرحوم سرمست، مکتب موسیقی استاد سرمست، ما آدمی یک چند کن آمد این موین گستیشن و آفتم کجا روانستی جلیل خان؟ این بار کن، خدا بالای سر ما باشه. گفت دیگر موش کنی که از نام از دان نشنام جلیل، رفیق مسرور جمال. نامت به شما گفت؟ اینه بود برد میگم. جلیل صدا کرد که دلیلی که من پس آمدم که گفت ترام میگم، ترام میگم. کسی تی دور اتنا داره این که بکشیم. گفت که ما امر گرفتم از کمیته مرکزی دستگاه افغان موزیک ما دوباره افتتاح میکنم زیر ریاست خودم. و او آنگاهی که در او کست آمدزایر سب کرده، او آنگاه مربوط میشه به رژیم کمونیستی افغانستان. فلیازو شما حق ندارین کست بکشین، او آنگاه را حذف بکنین. باش ما میتونین ایواج دیگه آن سب بکنین، کست تان را بکشین. ما خواهد بر چاپ را آنگاه که پروانه خیلی از یک دوست به چاپ پایین دزار بتین چاپش اثر بکنین. همیجه باز همی که باسا آدم بتانه کسی را قانعی بسازه کار درست هم گفتیم که رفیق همی اگر آمدزایر جان سب نکنه چطور میشه؟ گفت فقط اینه میخوای اگر ایزن رشته کن گفت باز پیش ما برد باز من برد نشان میتونم من به سر بچه سر رازم چه قسم برتان اثر میخوانم. خب یعنی میشه با شما میگم خداوند شاید حال ما باشه امون روز ما اون برنامه که داشتم پوانتون باید نمید اینا رو کلش لغوا کردم شمچانه گفتم ما همتون من رو مستقیم به برخانی هم بذاریم آمدیم ممزیر اپارتمانش رفتم بالا یک شربت یک گلاس بر ما بود همون جوش دیم از اینجا حال من ایت دل کده نمیتونم که بگویم که چی گفت خلاصه گفت که چی خیلیتی گفتم قصه این از این قرار است باور کن آقا با امی چشم از یادم اینجا اینی چشمش که من روبری مشته بود اینجا خالم دارم این بقید اگه چشم بخواد امی دیم تو یک عشق زیامن و ما ایران هستم من این بدیم به این مردم چی است ما چی بدی کردیم بر مردم ها به این میده میام چی بدی کردیم گفت من خود اگه چیز ندارم اما یک بوم باکس داشته که یک کست پلیر سپیکرهای گرد کرد تصمه هم داشت تو رو رفت دادم پر سر آورد من کست دموش بود امون رو کمی تو پلی کرد کمی به می آهنگ به گوشش خود کل کرد گفت هرمونی خود گرفت می آهنگ چی رو بر ما خواند آهنگ بازم بدی ای جان من سر جان فدای تو اینه میده من دینی شو ساختیم بارد قصیش هم برد میگم من اینه میده دادم دیگه چیز ندارم خود صدا کرد که امکانش هست که کدی بچه های کاکا گفت بزنی که بریم پیش روز شاولی جان مطمئن دیگه کنم رای چاره نیست اما بچه کاکا آمد در این موتر هستیم آمدیم در رواز رستوران به شاولی جان شاولی جان خداوند غریق رحمت خود بکنشانه با اون مهربانی ها و خوبی های همیشه کشن همین کتابچه آهنگان رو باز کرد گفت آقا من میخوانم تو خوش کله برو این آهنگ گفت خوشم آمد کتابچه رو ورق شعرش جدا کرد و دیگه آهنگ و دیگه آن شش آهنگ اونجا ما از شاولی جان گرفتیم و قرار ماندیم که فردا با استودیو یک جای شویم همین آهنگ رو سر کنیم این حالا با شما باز نشان میتونم که در کست دوم، در مجموعه دوم یا کست دوم در سر فهرست آهنگا نوشته شده که شش آهنگ اول از ترانه سال و کست نشر شد، بسیار استقبال شد از طرف مردم همه چیز با بسیار آرامی و ازی تقریبا حدود شش یا هشت ماه پیش از مرگ آمدزایر جان روز از روزها ما دیگر تازه برنامه قرارداد کست سوم و چهارم با خاله جیلو جان امرای آمدزایر جان کانترکت یا قرارداد چه امضا کرده بودیم و آمادگی زور داشتیم که نفری از طرف حکومت آمد در حوزه استودیو دار منن که این امر رژیم کمیته مرکزی رژیم خلق افغانستان است شما از به بعد اجازه ندارین که دیگر کار ثبت و پخش و نشر کستارا بکنین چند دستگاه کپی که ما داشتیم این دستگاه را با خود گرفتن بردن یک تیپ ریل بود آقای او را بردن دلیل چه بود؟ دیگه اون مسئله که افغان موزیک و موزیک سنتر و آریانا موزیک میره زیر ریاست جلیل جان هر مسئله که بود خداوند یک گواهی به دل ما انداخته بود من این کستایی به بازار ثبت شده بود اونمو رو گرفتم برای این کپی کردم سرش نوشته کردم که احمد زایر یک احمد زایر دو خب باور بخواهی جان احمد زایر جان فوت کرد یک هفته بعد از مرگ احمد زایر جان یک هفته دوباره اینا به استودیو با ماشین دار گیر نمان آمدن که ریلا و آرشیف در کجا است اتاق آرشیف بود باز کنیم برای در ریلا تک بود آمدزایر یک آمدزایر دو همون چیزی کامپیار را گرفتن کپی کرده بودن
گرفتن و با خود بردن. دیگه نمی بود که در سال 1978 نمی سنتی که به می سرعت ما بین کابل شروع شد پیشرفته بود به می سرعت پیشرفت. فکر کنین ما همی قصه 50 سال نمی کنیم آقای راقه 10 سال منطقه برای ما در اون سال امو یک وقفه که بعد از 78 تا 81 همی دو سال راقه با شرایط رقمی بود که برای ما حال و مجال از این نمانده بود که ما دنبال موسیقی و کار را افشد تکسیف شما یاد اقل سرش فکر بکنیم درست. ما فقط رضی بودیم که از مملکت چی در سال 81 از افغانستان برای بله سال 81 از کابل باز آمدن امریکا سال اکتبر 81 ما رسیدیم امریکا درست. باز در امریکا هم به اسلامی استودیو را فعال ساختن در کدام سال فعال ساختن؟ چه هنرمندا در اینجا آمدن برای شما ثبت کردن؟ وقتی که ما اینجا رسیدم بزرگداشت شش جدی در اینجا بسیار مروج بود اکثرا افغان ها میرفتن به پیش سفارت اتحاد شوروی اونجا تظاهرات میکردن در یکی از تظاهرات که رفتم اینجا سه هنرمند ما دیدم که بسیار برای ما جالب بود اولش نینجان پوپل ما هست نینجان میجه بود سید عمر آقا میجه بود و وای جان خیر که یادش همین سه نفر بودن و خلاصه اینا دور به هم یک جا شدیم که چی کارها باید بکن ما اولین آهنگ در سال 1982 آهنگ نامآور کابل جان در گرفت دودش بر آمد آقا بیا بریم کابل جان این آهنگ ما در یک رستوران از اقبال آقا از اقبال جان در یک رستوران ما ثبت کردیم بسی که جایی نداشتیم این مثلا شروع امی ثبت در دیار غربت یا خارج از افغانستان شروع شد درست چقدر هنرمندای چه کار کرده دیگه اون از اون سال 1982 تا می یک نیم سال پیش به می مسئله آوشته بودم کار مهمی که ما کردیم امی تشکیل و تجهیز موسیقی الکترونیکس هست اولین درام ماشین برای مردم افغانستان در می استودیو پروگرام شد تهیه شد اولین کیبورد که سلف رینجر که امروز همه استفاده می کنند تقداب و اساس از این کار اول از این استودیو آریانا موزیک شروع شد البته ما و ایسان جان امان چون ایسان جان سال 1900 اواخر 82 امریکا آمد که با هم به جمع ماز جان شد بعدها فکر میکنم سال 84 مرحوم جهانی و سلمو جان آمدن امرای حیدر سلیم آقا امی آریانا موزیک در دهه 80 و 2000 یک مرکزیت شد برای اکثریت هنرمندان افغانستان مهریار پرستو از جرمنی مرحوم مهریار و پرستو جان سه بار برای ثبت اینجا ورجینیا آمد یک سوال دیگه در خاطر آمد که شما وقتی که از افغانستان برآمدین اینجا امریکا آمدین آیا امرایتان باز آثار را که گفته بودین که یک چند دانه ریلا را در خانه فامیلا و دوستا برده بودین اینا تانستین کنها را امرایتان بکشین بیارین یا ای که دست خالی آمدین امریکا ما خودم از آثار که در منزل برای خود داشتم تقریبا ده دوازده ریله با اونم مشکلاتی که من از افغانستان بیرون شدم با اونم تمام اونم مشکلات و ریلای خود از افغانستان بیرون کردم امرای خدا آوردم امرای خدا آوردم با سمی بچه های کاکام اینا را خداوند اجر بده اما اون ریلا را سر به سر کردن و به دست یک دوست برای من فرستادن فراز یک یعنی داره می سلسل سبتای جالب افغانستان را داره این سبتایی که دارین تا بال برابر شده که این سبتا چیزی در به اصطلاح برای مردم ارائه کنین از طریق سایت های مجازی یا چطور یا نه قطعا خود چه پلان دارین؟ می خواهین این کار را بکنین یا نه؟ یعنی یک با می دستگاه معذب ترای ویژن توتی یک سلسل صحبت ها دارم که آثار به از این نام بسپارم اونا زیر ارگانیزیشن خود یا آثار کپی رایت بکنن چون امروز خودتان میدونین در فضای مجازی یا همین یوتیوب که بسیم میکنیم معلوم نیست که صاحب اصلی کار کی است هر کس صاحب هر کار است ولی آزا خودت بهتر میفهمی که جنبه های قانونی زیبس بیش از حد مغلق است به یک شکلی باید جنبه قانونی به این کارا بدیم و این آثار لست شد زیر توتی و توتی تی وی دیگه او زیر نظر ماست کارها را کلش دیجیتایز کردیم پاک کردیم درست کردیم به استاندارد امروز یک کپی در لایبرری کانگرس دارم تقریبا 3 ترابایت موسیقی است دو سی کپی هم پیش خودم به هم سر یک تعداد مسائل خرد و ریزی دیگه که داخل برنامه هم هستیم بسیار خوش هستم که همراه شما هستم شما از زمانهای بسیار قدیم همراه هنرمندهای بزرگ افغانستان کار کردین
و با هنرمندای جوانم سر و کار دارین و شنیدین آثارشان و کارم کردین. شما وضعیت موسیقی افغانستان در این شرایط فعلی به چه صورت میبینین؟ چه رقمی را ارزیابی میکنین از هر نظر؟ از نظر شعر، از نظر آهنگ، از نظر موسیقی، از نظر خود جوانایی که بیاکتیدا جوانایی که در خارج از افغانستان به دنیا آمدن و اینا فارسی نه خوانده میتونن نه نوشته کرده میتونن، مجبور هستن در هر مملکتی که زندگی میکنن به ملزمان از اونا همو شعرها رو به حساب نوشته کنن و باز بخوانن و احتمالاً به احتمال بسیار زیاد ایرادات بسیار زیاد هم در تلفظ اینا برابر میشه. شما چی فکر میکنین؟ اول چی رقم ارزیابی میکنین و راه حلش چی رقم فکر میکنین که چطور میتونه این مسئله درست شود؟ راغب آقا، ما به نسل نوی که عرض اندام میکنن بیش از حد احترام بله. چرا همونطور که شما گفتین اینا در یک دنیای دیگه به وجود می آیند، به دنیا آمدن در یک محیط دیگه، زبان مملکت درست بلد نیستن. اگر از اینا یک اشتباهی در طرز تلفظ اشعار یا کلمات سر میزنه قابل بخشایش است و وظیفه داریم که اینا را راهنمایی بکنیم. ببینین یک جوانی که در خارج از افغانستان علاقه میگیره برای موسیقی و یک هنرمند شناخته شده مملکت پیروی میکنه، چی من چی شما؟ وقتی که ما یا شما سلام و حرز ادب افغانستان ما به این شکل وقتی که ما تلفظ میکنیم که کاملا وحشت است، امی جوان ما شما را پیروی میکنه. فلیاز ما نه تنها که درد خود دوار نتونستیم بکنیم، یک نسل نه هم برای غلط دنبال خود روان میکنیم که برادر امی مسائل برای ما دردآور است، رنجاور است. در همه قدر سالهایی که ما در این رشته کار کردیم در کنار ثبت و مسائل جر و جنجال استودیو که خود به شکل بسار درست منظم به او آشنا هستی، در کنار امی تمام جنجال ها یکی از تلاشای ما می بوده که ادای شعر با هنرمند کار بودم. این مشکلات ما زیاد دیدیم. اینمی یک تلاش ما بوده، امیدوار هستم یک تعداد بزرگانی که به این سالها به می شعر و ادب افغانستان سر کار داشتن همین موضوع را دنبال بکنن، یک راهنما شوند برای نسل نو. حتی به می تعدادی که سالها سرودن مشکلات دیده میشه، مشکلات داریم امیاله. اینی یک بار مسئله است که ما در این سالهای آخر رویش انگشت ماندیم و انگشت میمانم. امیدوار هستم هیچ هنرمند، هیچ آوازخوان از ما آزرده نشه. این یک قدمی است که ما همه باید در راه بازسازی مملکت خود، در راه آینده سازی مملکت خود باید ما بمانیم. این مسئله دیگه است که باید ما همه وظیفه داریم که این مسائل بیان بکنیم و حداقل وظیفه خود انجام بدیم که اینمی یک مشکل است امیر درست بکنیم. این که میکنین یا نمیکنن مسئله خودشان است، باز هم مسئله بازسازی است، باز هم یک مسئله مسئولیت وجدانی ما. واقعا بسیار تشکر میکنم، بسیار مهربانی کردین. در اخیر صحبت های ما و شما از این آثار گرانبهایی که شما دارین یک چیز تحفه برای وطندارای عزیز ما دارین که با هم یک جای پخش بکنیم و اینا ببینن. یعنی هر چی که خودت امر بکنی خواهش میکنم، هر چی که شما علاقمند باشین، اگر ایراد نداشته باشه و کدام مشکل کپی رایت هم نداشته باشه که متاسفانه مسائل کپی رایت در اواخر به اندازه جر و جنجال بسیار زیاد را بپا کرده و مشکلات زیاد بر همه کس آورده. واقعا خب اگر چیزی که از آثار خود شما باشه داشته باشه بله، دمی اواخر چون یکم که فرصت خود از فاصله گرفتیم از کارهای ثبت اینا دیگه کافی از 47-48 سال که مدمی داشت کار کردیم، ما استایسا میخوایم بعضی کارهای زوکی بر خود بکنم. در افغانستان ما کرد اصلا نداشتیم، اینسترومنتایی که کرد بنا کلی پرده نوازی بود. بله بله، به اون خاطر موسیقی ما کم خالی است. بله. روی از اون منظور ما بعض آثار را از استودیو که بیرون میکنم روش موسیقی کار انار بر خود دو انتخاب میتم. این دیگه که چی گفت میشه بعد از او تعلق به خودت داره و یک دو آهنگ از ساربان و یک آهنگ هم از آمزای جان در آخرا دخت مغرور موسیقی و بیس و درامز و گیتار اینا در ایستیاد کردیم که او زبک شخصی خود من دیگه نال هر کدام که دوست داشتی هم رو برد هر دوش مقبول است، از هر کدام یکی انتخاب کنیم چیز هر دو رازی داره فکر رسمی حالا دیگه آمدیم از پیش اومد توفیق خوب بگیریم برای وطن دارای ما. این لطف کردی با این سفر که خودت با تمام مشکلات و مسئولیت ها و مسائل و برنامه هایی که پیش رای دسته
به استودیو ما قدم رنجه کردی، واقعا افتخار میکنم. موافق هستی به کارت، مردم دوستت دارن به خاطر شخصیت والایت، آدم خوبی هستی، همیشه هم دیدیم از افغانستان، ما شما هم دیگر میشناسیم دیگر. بازم خوش آمدی، امیدوار هستم که یک برنامه جالب تهیه کنیم. انشاءالله. من تشکر میکنم از شما، از استودیوی بسیار قشنگ و زیبای آریانا موزیک که این فرصت مناسب شد که بیم چند لحظه با هم صحبت بکنیم، و صحبت هم بسیار شیرین و جالب بود، بر خودم بسیار جالب بود. امیدوار هستم برای بیننده های عزیز ما همچنان باشه. جان سپاس، تشکر از محبت شما. تشکر. وطندارای گرامی، بود صحبت های بسیار شیرین و جالب با جناب آقای ولی اشپاری، کسی که سالهای سال در راه هنر و موسیقی افغانستان خدمت کردند و بر هنرمندا خدمت کردند. انشاءالله که همیشه آرام و خوش و موفق باشن. نمیخواهم تارا ای دخت مغروم، نمیخواهم که دل دارم تو باشی، غم اگر بر دلم او باری گرانه، غم اگر بر دلم باری گرانه، نمیخواهم که غم خوارم تو باشی. نمیخواهم